و چراغ ایمان خود را به دست خود خاموش کردید. آن حضرت این سخنان می فرمود و از کسی جوابی شنیده نمی شد. بعد از آن حضرت شمشیر بکشید مانند کسی که دل از جان برگرفته باشد و از حیات نومید شده باشد. روی بدان قوم آورده مبارز خواست و جمعی را از آن طایفه به زخم شمشیر به دارالبوار فرستاد. آخر شمر ذوالجوشن با فوجی انبوه از سوار و پیاده روی بدو آورد. امیرالمؤمنین حسین ساعتی به تنهایی با آن گروه انبوه جنگ کرد. ایشان در میان او و اهل حرم جدایی افگندند و آنگاه روی به خیمه های اهل بیت رسول خدا آوردند. آن حضرت از این معامله برآشفت و آواز داد: ای آل ابو سفیان، گرفتم که شما را دین نیست، آخر نه از عربید؟ از آر نمی اندیشید که تعرض حرم من می کنید؟ شمر آواز داد: ای حسین، چه می گویید؟ مقصود تو چیست؟ فرمود: چرا متعرض اهل بیت من می شوید؟ مقصود شما کشتن من است. اینک اینجا ایستادم و با شما جنگ می کنم. نگذارید که کسی حوالی خیمه های حرم من گردد. شمر گفت: ای پسر فاطمه، خواست تو به اجابت مقرون است. پس بانگ بران جماعت زد که سوی خیمه های او می رفتند و گفت: بازگردید و بدان خیمه ها هیچ تعلق مسازید و روی به حسین آرید که غرض جزونی است. آن قوم به هیئت اجماع روی به حسین آوردند و علی التواتر حمله می کردند و حسین ابن علی دفع ایشان می کرد. در اثنای آن مکابهت تشنگی بر او غلبه کرد. اسب را از آنجا به جانب فرات تاخت. آن لشکر او را مانع می آمدند و نمی گذاشتند که به کنار آب فرات رسد. پس ملعونی که کنیت او ابوالحنوق بود تیری بر پیشانی مبارک آن حضرت بزد. آن سرور تیر را از پیشانی نورانی خود بیرون کشید. خون بر روی و موی او می دوید و می گفت: ای بار خدایا، میبینی که با این قوم در چه حالتم؟ بار خدایا ایشان را هلاک گردان و ایشان را میامرز. پس از آن چون شیر قزبان حمله میکرد و میزد و میکشت و میانداخت تا آن مهازیل دست به تیر برداشتند و تیرها به سوی او میانداختند. آن حضرت تیرها را به سینه میگرفت و میفرمود: ای امت بد، جانب پیغمبر خیش فرو گذاشتید و در کشتن اولادش سخت دلیری کردید. به خدایی خدا که در این خاری از او جل جلاله امید عزت و کرامت می دارم و یقین دارم که شما را خار گرداند و کینه مرا از شما بخواهد. حسین ابن نمیر سکونی آواز داد: ای پسر فاطمه، به چه چیز خدای تعالی به سبب تو انتقام از ما بکشد؟ حسین فرمود: میان شما دشمنی اندازد تا خونهای یکدیگر بریزید و بعد از آن عذاب خیش بر شما فرو دارد. شمر ذوالجوشن گفت: چرا توقف میکنید؟ این مرد از بسیاری زخم سخت ضعیف شده است و یک تن بیش نیست. به موافقت به او حمله کنید. پس آن قوم از همه جانب بر او حمله کردند و به شمشیر و نیزه گرد او در آمدند. ملعونی که او را زرعت ابن شریک گفتندی شمشیری بر دست چپ او بزد. بدبخت دیگری که او را عمرو ابن خلیفه جعفی گفتند از پس پشت در آمد و شمشیری بر دوش مبارک آن حضرت بزد. سیم ملعونی که او را سنام ابن انس نخعی گفتند تیری بر سینه او زد. ملعون چهارم صالح ابن وهب مزنی نیزه بر پهلوی او زد. حسین از اسب فرود آمد و باز نشست و تیر از سینه برکشید. خون روان شد. دست ها باز می نهاد و در برابر جراحت می نهاد تا پرخون می شد
و در روی و موی خیش مالیده می گفت همچنین سر و روی خون آلوده و محاسن به خون خضاب کرده پیش جد خیش روم. چون عمر سعد حسین را بدان حالت بدید اسب به نزدیک او راند و بالای سر او بایستاد و یاران خیش را گفت فرود آیید و کار او تمام کنید و سر از پیکر او جدا سازید. نصر ابن خرشه سنانی فرود آمد و او ابرس بود، پس من از لان حضرت رفت و محاسن مبارک آن سرور بگرفت و خواست که سر از تن آن حضرت ببرد. حسین فرمود تو آن سگ ابرسی که تو را به خواب دیدم. نصر گفت مرا چنین میگویی؟ پس شمشیر به گلوی مبارک او نهاده میمانی و قوت بر شمشیر میکرد و نمیبارد.